اگه دوست داری بدونی چجوری ارزای پامپی رو ترید میکنن این ویدیو رو تا انتها ببین در مورد نقطه ورود صحبت میکنم و در مورد ترید XRP اینکه چجوری یه دونه ارز یا کوین یا سهام حتی که داره پامپ میشه رو ما متوجه بشیم نمیدونیم فرضمون بر اینه که و از طریق اسکنر اون ارزا کوینا توکنا یا سهامایی که یه دفعه پارابولیک میشه ما تشخیص میدیم خود اون یه مهارت جداگونه است ابزارهای جداگونه ای میخواد اما فرضمون بر اینه که ما XRP رو پیدا کردیم روز دوشنبه در واقع دوم دسامبر که یه حرکت فوقلاده داره البته خب کاری که تو گروه کردیم ما حواسمون بود روز دوشنبه در حقیقت یکی از بچه ها سوالی که کرد در مورد در حقیقت XRP باعث شد که یکی از چارتایی که ابتدا برم سراغش XRP باشه و همون ابتدای روز بعد بیت کوین رفتم سراغ XRP خب یکی از مزایای این که توی گروه هم باشیم همینه که اگه یه نفر یه چیزی رو ببینه سریع میتونیم در واقع اون رو ببینیم XRP دو مومه اف سوالش این بود که خیلی رفته بالا به نظرتون زمان فروشه وقتی که یه چیزی یه چارتی حرکت میکنه به سمت بالا شاید زمان فروش باشه اما زمان هولد هم میتونه باشه یه نکته بسیار مهم زمانی که یه چارتی حرکت میکنه پامپ میشه همینجوری داره میره بالا توی حرکت سعودی ما خریدار نیستیم یعنی اینکه اینجوری قیمت داره میره بالا ما اینجاها نمیخریم ما رو سقفا نمیخریم همیشه یه نکته طلایی اجازه بده قیمت وقتی که داره پامپ میشه فقط این فاصله رو باید تایی کنی این میشه صبر معامله اگه میخوای موفق باشی این نکته بگی باید صبر کنی قیمت بیاد ناحیه سازی کنه نگاه کنید XRP دیروز ناحیه سازی بالاش انجام داد خب من به سمت بالا اینجا ترید نمیکنم کاری که انجام میدیم اینه که سب میکنیم ناحیه سازی پایینش هم انجام بشه اون موقع زمانی که قیمت حمله کرد به یکی از اونها یا همه رو مثل این کیس داره میگیره الان دیگه داره میره سمت چی؟ سمت نقطه ورود دادن این خیلی نکته مهمیه اجازه بدین یه دونه ناحیه تشکیل بشه مثل همین نمونه اینجا این ناحیه رو نگاه کنی یک دو سه من میگم یه زخامت اینجا داریم اگه زخامت هم شکلش رو بخوام بذارم میگم اینجا زخامت داریم یه تفاوتی که معامله گری با پلن داره پلن یعنی چی یعنی شما از قبل میدونی فلان چارتی چارت روزانه چار ساعته اچوانش فلان ناحیه مهمه یعنی ناحیهش رو از قبل داری با این چارت تفاوتش در اینه این چارت چون پامپ شده چون حرکت سریه ما باید منتظر تشکیل ساختار باشیم نگاه کنید ساختار کانتکس هیچ وقت به دروغ نمیگه منتها سختی کار اینه که شما باید این مراحل رو گذر بکنین این های رو و به جایی برسین که دیگه در حقیقت میتونم بگم ساختاره کم کم گویا بشه مثل اینجا اینجا ساختاره داره گویا میشه ما توی آموزش یه بحثی داریم به نام بحث ترنینگ پوینت دقیقا همین نواهی که تازه تأسیسه جلو چشمون شکل میگیره این مخصوصا برای معامله گرایی که دیت تریدرن تو تایم فریم های پایین دارن کار میکنن هر روز در واقع رو چارتایی دارن کار میکنن که حرکت های مختلفو داره میتونه خیلی در حقیقت گویا باشه خیلی هم بهشون کمک بکنه خب قیمت اومد ویدیوهای گذشته رو دیده باشیم میگم من از پایین به بالا خریدارم حالا اینجا میتونه چند تا اتفاق بیفته یا بیاد مستقیم اینو بزنه بره بالا یعنی فالس بریک اوت بشه بره بالا خب با توجه به این ناحیه بالا من باید جوری ترید بکنم که اینجا مینیمم نصف سود بردارم یا ریسک فری بکنم حالا نکته مهم بعضی وقتا که قیمت میاد این کارو انجام میده میاد به جای اینکه فالس بده یک کندلی چند کندلی میاد کاری که انجام میده یه چرخش رو انجام میده این چرخش خیلی خوبه یعنی یه قیمتی داره با قدرت میره بالا سب میکنی یه سری ناحیه سازی بشه و بعد یه چرخش میکنه هولوش اون بر میگرده به مسیر سعودی خودش یا نزولی خودش حالا تو این کیس مسیر سعودی خودش بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی افتاد و کی در واقع این معامله انجام شد البته این معامله رو در حقیقت روز جمعه میتونم بگم تو لایف صحبت کردیم با بچه ویدیو بازپخش لایو رو هم بیارم در موردش کامل صحبت کردیم و یکی از چارتایی بود که قشنگ دنبالش کردیم ویدیو اینها اینجا هم دارم یعنی قشنگ نتیجه معامله هم مشخصه که با هم دیگه میریم جلو تو جلسه لایو تحلیلی که داشتیم هر روز داریم تقریبا به جز روزایی که مارکت تعطیله در حقیقت اینو توضیح دادم حالا بریم جلو بریم جلو دونه دونه این قطعا میتونه یکی از مهمترین معاملاتت باشه نگاه کنید دوباره سلرارو رو کشیندن سلرار کشوندن تو بازار مومنتوم داره سلر نیستم اینجا فاصله صبره اینجا باید ببینیم چی کار میکنه اومد پایین نتونست بگیره حالا میتونه اون ساختاره رو بزنه نگاه کنی شبیه ساختاره شده که تو آموزش ها میگیم تو دورای خصوصی ورکشاپ ها از که 22 تا ساختار میگیم شکل های هندسی مثل دابل تاب، دابل بات مستطیل انواع اقسام مثلث چیزهای مختلف برای همینه که اونا رو استفاده میکنیم که قدرت شهود و درک شما رو ببریم بالا که وقتی که قیمت میرسه به این ناحیه اینجا بدونی چی میخواد من یه دونه کندل میخوام بالای این ناحیه بسته بشه تثبیت بشه که قیمت برگشته به جهت خودش به پله قبلی اصطلاحا برگشته از نظرم الان اینجا به نظر من تایید شد چی تایید شد برگشت قیمت به حرکت بالا میتونه سلر بیاره منتها من منتظر دیده شدن ضعف سلرا میگردم یعنی الان بخوام نگاه کنم این پلی بک این ویدیو و به عنوان مثال میخوام یه دونه معامله بزنیم معمولا اگه بخوام بایر باشم اونایی که گفتن سناریو سه رو کجا میزنی سناریو سه از پایین به بالا در جهت نگاه کنیم میتونه خودش خلاف جهت باشه خیلی اینا خلاف جهت ترید میکنه اما سناریو سه ایه. که بعد از چرخش در جهت زده شده ترنینگ پوینتش هم دیدیم من اگه بخوام بای بذارم اینجا بای میذارم استاپلاسمون رو میذاریم اینجا نقطه تیپی یه که منم میمونه این سخف کاری ندارم یک به یک به هم داده یا نداده اصلا کاری ندارم تو این مثال هم کاری نداریم حالا بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته نگاه کنید سودش هم خیلی کم گذاشتم حالا اینو میتونیم تغییرم بدیم عدداش هم میتونیم تغییر بدیم اما برای اینکه که فهوایی کلام جا بیفته نقطه ورود رو بچه آموزش ببینن این ویدیو رو براتون ضبط کم نگاه کنید طول میکشه حرکت بکنه اما زمانی که حرکت بکنه یه معامله خوب رو تثبیت میکنه نگاه کنید به همین راحتی این XRP یه حرکت فکر میکنم ده 15 درصدی اینجا داشت این میشه یه دونه معامله در جهت روند که حالا اگه بگیم حتی این بالا هم ببندیمش یک به یک اینجا فکر میکنم یک به دو شو آره بیش از یک به دو شو داده و این حرکت ادامه دار خواهد بود ببینیم تا کجا این ادامه داره نمیدونیم تا کجا داره تارگتش اولین تارگتمون این بالا خواهد بود دومین تارگتمون روی حالا XRP قاعدتا زده شدن آل تایم هایو داره که عدد سه هست اون عدد میذاریم اما همینجا یه معامله یک به دو رو داد این میتونه هر چارتی با هر در واقع میتونم بگم اینسترومنت و قیمتی باشه تو هر بازار مالی امیدوارم که خوشت اومده باشه نظرتو بگو برام خیلی مهمه که این موضوعات رو یاد بگیری اگه تو کانال یوتیوب نبودی اگه فکر میکنی الگوی مستطیل مثلث خطی کشیدن ناحیه گذاری بهت کمک نمیکنه باید بهت بگم یه مدتی وقت بذار تو کانالمون باش که همه این مطالب بهت کمک میکنه که به اون سرمنزل مقصود برسی اگه 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 اهل دقت باشی اهل تمرکز باشی و اهل یادگیری و ارتباط برقرار کردن با کندلایی باشی که تو این بازار داری میبینی هر جستی سالم و تندرست باشی امیدوارم پربرکت و پرسود باشی تا درودی دیگر بدرود